اشکازم کسی با من کاری نداشت؟ نه هیچکی. انگار آقا هیچکس تو خیابون نیست. پرنده پر نمیزنه. چایی بیارم خدمتتون؟ نه 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 نه. میتونی بری. منم دیگه کم کم داشتم میرفتم. خدا خیرتون بده آقا. آره برو برو خسته نباشی. باشه باشه ممنون ها اشکال نداره نمیکشم میبینی پر از حسن نیتم برو سر اصل مطلب وقت تلف نکن از عمر من 30 سال تلف شد چند دقیقم سهم تو نازنین نازنین کجا اینو وردار خودشو کشت بفرمایید. بله. خانم محترم، من شما رو میشناسم، نه خانومم پیشمه. من گرفتم خوابیدم شما زنگ میزنی به بنده. خواهش میکنم، خواهش میکنم. الو بفرمایید خانم موبایلشون هم ور دل بنده است از خودشون هم خبر ندارم امری باشه الو جناب آقای محترم یه لحظه گوشی رو نگه داریم به حرف من گوش بدین ببینین من فکر میکنم که خانم شما الان در وضعیت خوبی نباشه و احتیاج به کمک داشته باشه به خاطر اینکه به گوشی من زنگ زده پیغام گذاشته من گوشیمو نگاه نکردم ولی آخرین پیغامی که گذاشته منو یکم نگران کرده ببینین من این لحن رو میشناسم. حالا خواهش میکنم هر جور شده پیداش کنین. این گوشی رو بهش بدین که من بتونم باهاش صحبت کنم. نه، اصلا یه کاری بکنین. آخرین پیغامی که از تلفنش برای من فرستاده رو بخونین لطفاً. شاید اینجوری خودتون متقاعد بشین که تو وضعیت بحرانی بتونین به من کمک کنین. یه چند لحظه صبر کنین خانم. این پیامکی که شما میگید من ببینم چی. یه لحظه گوشی قطع نفر. الو خانم من خوندم اون پیامو بله سر بنده روزی 100 بار از به دنیا اومدنش پشیمون میشه روزی 1000 بار میلی به زندگیش میرسه به سقف شما چرا جدی میگیری؟ من شوهرش هم جدی نمیگیرم اون وقت بله بعد اسم شما رو سیف کرده راحله من نمیشناسم شما رو آقای پوردلجو اگه نازنین دلش بخواد که منو به شما معرفی بکنه حتما خودش این کارو انجام میده البته اگه قبل از اینکه بلایی سر خودش بیاره شما پیداش بکنین و گوشیو بهش بدین که من بتونم باهاش صحبت کنم ببینین من روانشناسم اگه یه نفر از روانشناسش هم ناامید بشه اصلا وضعیت خوبی نیست اون پیغامی که
نوشته اون چیزایی که نازنین. آقای پوردلجو، شما تو خونتون بالکن یا پشت بومی که در دسترس باشه دارین؟ قربان ازتون خوشم میاد. باز زودتر از اینا بهتون اعتماد میکردن. آفرین سورتیچ. باری کلا سورتیچ. حالا چی پیدا کردی؟ قربان این که جاسم با دو تا عضو ارشد یه بانک خصوصی ارتباط داره کافی نیست؟ خب که چی؟ شاید میخواسته سهام بخره. سورتیچ، ما هیچ مدرکی نداریم، فقط داریم بوم کشیم. اینجا رو گوش کنیم قربان. حسین سالار که از خیرین معروف است، جز اینکه از نخستین حاضران سرشناس در استان کرمان بود و پا به پای امدادگران برای نجات بازماندگان از زلزله تراش میکرد، از جنبه دیگری هم موجب شگفتی است. تو فقط میخوای اون روزنامه رو واسه من بخونی تا آخرش؟ قربان هنوز جای خوبش مونده. این رفیقتون خیلی قربان پهلوونه. چطور؟ قربان صبح زلزله بم میره اونجا، قبل از اینکه امدادگرا شروع کنن و دست به یه آجر بزنن، دو تا بچه و پدرشون از زیر آوار در میاد. شوش قربان بایدی؟ نه چیزی نشده. چیز دیگه ای ننوشته؟ ببین سورتیچ، این اسباب بازی چیز بدی نیست. این که میگم قربان، به نظر من کار پلیس کار جزئیات. قربان من از بچگی عاشق شرلوک هولمز بودم، از همین جزئیات یه چیزایی در میاره. مثلا عکس همین جاسم خودمونو بهش بده با زخم روی صورت و پای لنگ، یه چیزایی از تاریخچش میکشه بیرون قربان که نگو نپرس. ماه قربان ماه. ما درباره جاسم سربندی در مورد گذشتش چیزی از این رفیق تخیلیت نمیخوایم. به کمکش نیاز نداریم سورتیچ، ما با واقعیت کار داریم. قربان تخیلی نیست چه کنش بوده، چرا همه چی رو شما تبدیل به افسانه میکنیم؟ به نظرتون زخم روی دستش جای چاقوه؟ آره دیدی زخمشو؟ نه. یادگار شرارت‌های جوونیشه، واسه همین پیرهن آستین بلند میپوشه که دستشو پنهون کنه. چطور دیدیش؟ سالار؟ جاسم سورتیچ. نه قربان من سالار میگم، زخم روی دست چپش قربان. سالار سورتیچ جانم قربان، من
چطور نفهمیدم اون داووده؟ سورتیج یه زنده مونده دیگه، یه زنده مونده دیگه سورتیج. اون داوود سالار قربانی، داوود نیست. خب به منم بگین چی شده قربان. به جای این حرفو وسایلتو جمع کن بریم. سورتیج، بالاخره فهمیدم چجوری باید تیکای این قصه رو وصل کنم. من کلن یه تیکه از این پازل رو گم کرده بودم، دور انداخته بودم. خب قربان بگیم بریم پی چی؟ چی نه سورتیج، کی؟ انگار این پرونده داره دوباره خودش باز میشه. سالار داوود. بعد قیافت عوض شده بعضی وقتا خودم هم به شک میفتم، ولی بعد میگم نه خودتی، تو نمیتونی منو گول بزنی، من خودم این کارم. نمیدونم چطوری همه سال قصر در رفتی، وقتش سهممو بدی، وقتش نامردیت تصفیه کنیم. جوونیم نابود شد، با آوارگی تو کویت، دبی، دوحه، تو زندانهایی که مثل جهنم بودن، داغ، نمیتونستی نفس بکشی. اون وقت تو اینجا، تو این سالا با پولی که حق من بود بیزینس را انداختی، پوست عوض کردی، خانواده تشکیل دادی، شدی سالار، معتمد بزرگ بازار اصناف. البته از این که فامیل زن تو برداشتی گذاشتی رو اسم خودت چشم‌پوشی میکنیم، خیلی هم مایه افتخار نیست، میدونم. من هنوز نمیدونم از چی داری حرف میزنی. بس دیگه، کسی به جز من و تو اینجا نیست، قرار معامله کنیم دیگه. از این جستا دست بردار. حتما منو با یکی دیگه عوضی گرفتی. آره حتما، برای همینه که زخم مچته ای طوری قایم میکنی. نه این چاقو نشونه چیه؟ واسه چی لنگشو واسم فرستادی؟ قرار شد وقت تلف نکنیم. شیشه عمرت دست منه. من میتونم توی لحظه کل زندگیت کنفیکون کنم. کلی دب و دستگاهت با خدم و حشمتو. راز تو دست منه. از من چی میخوای؟ حالا شد چیزایی رو که میخوام منصفانه است. بذار از چیزایی که نمیخوام شروع کنم. مثلا جونت. در حالی که گرفتن جون کسب و کار داری چی کار میکنی جلو تو؟ جلو نیا. مگه زده به سرت؟ من فکر کردم این دختری داره مزخرف میکنه. گفتم جلو نیا. تو الان دردت چیه؟ مشکلت چیه؟ به من بگو. من الان یه ساعته که این بالام، تو اصلا فهمیدی که من نیستم؟ بود و نبود من فرق نداره. بود و نبود من برای هیچ کس فرق نمیکنه. حتی برای اون پسر بیچاره. بله خانم، چی میگی شما؟ الان من چی بگم به شما؟ این به حرف کسی گوش نمیکنه که داره با مغز خوشو میندازه پایین. من چیکار کنم الان؟
بله اسپیکر داره. بله گوشی. راهل حرف بزن. نازنین، نازنین جان، راهل خانم نبودی، حتی شما برای حرف زدن با من وقت نداری. میبینی چقدر تنها؟ اما تو میتونی قدر تنهایی خودتو بدونی. منم آدمم، یکی مثل همه. منم مشکلات شخصی خودم دارم. اون موقع که زنگ زده بودی نشنیدم، چون درگیر ماجرایی بودم که میتونه زندگی خانوادمو نابود کنه. صدامو میشنوی نازنین؟ زندگی من نابود شده، رفته. هیچی برای جنگیدن ندارم. پسرم رفته، میخواستم برش گردونم، نشد. میخواستم این زندگی رو جوری که گفتیم بسازم، نشد، نشد. خانم راهله، این نتیجه تجویز شماست. وقتی یه آدم از اصلش دور میکنید، وقتی آخرین نخم میبرید، میفته، میفهمید؟ باقی عمرم میخوام مثل رویای جوانیم زندگی کنم، همین جوری که قبلا میخواستم و تو با خیانت نذاشتی. سرمایه اولیه بام چقدره؟ پرسیدم، گفتن حداقل 50 میلیارد باید داشته باشی. البته من دندون گرد نیستم، نصف سرمایه اولیه ای میخوام، یعنی 25 میلیارد تومان. یه چیز دیگه، استعفات از این بانکم میخوام. بازنشسته بشی بری دنبال باغبونی، همون کاری که همیشه دوست داشتی. پلیس میگفت به خاطر پولای کوچولو خودتو وارد بازی نمیکنی. من چرا باید همچین پولی بهت بدم؟ دیگه داری شورش در میاری. عجیبه این سروان کوچولومون نشناخته. اون کسی که داره شورش در میاره توی، نه من. مزخرف میگی؟ وقت چطور نشناختت؟ مثلا فکر کن از یه دوره ای من حافظم از دست دادم. فراموشی. چه بامزه. فکر این کلکت نکرده بودم. خب آدم متاثر میشه، تحت تاثیر قرار میگیره. چطور حافظت از دست دادی؟ یه دفعه همین جوری؟ واخ، حافظت تو خرج کردن او جواهرات تاثیر نداشته؟ نمیدونم از چی حرف میزنی. این بیزینس رو دم دستگاه چطور رو انداختی داوود پاپاتیک؟ پشتوانه این بانکت ثروت افسانه ای خواجه بتره؟ نگو که نمیدونی.
نازنین، صدای منو میشنوی؟ تو باید نشون بدی میتونی رها کنی بدون اینکه به خودت صدمه ای بزنی. ما آدم ها باید یاد بگیریم تو زندگی از یه چیزایی بگذاریم برای به دست آوردن چیزایی بهتر. ما کامیا رو برمیگردونیم. بقیهش حرفای شخصی بین من و تو. حالا بذار شوهرت گوشی رو بهت بده. آقا مطمئن باشین نازنین کار خطرناکی نمی کنه. حالا گوشی رو بهش بدین، خودتونم تنها مون بذارین. میخواستم بجنگم، میخواستم محکم باشم مثل شما، اما حتی شما وقت شکستم نبودید. نذاشتید چی رو عوض کنم. تحقیر شدم امروز، دیروز، همه گذاشتم و تحقیر کرد. نمیتونستم فکر کنم. همه ما تو زندگیمون کم میاریم. همین امروز محکمترین آدمی که تو زندگیم دیدم جلوی چشم داشت تیکه تیکه میشکست و میریخت، ولی بلند شد و وایساد. همه یه روز کم میارن نازنین. مهم اینه که بفهمن و با اون بخش ضعیف و نفس وجودشون مبارزه کنن تا دوباره وایسن. تو فقط رویه یه چیزایی رو که دیده بودی میخواستی اجرا کنی. این راهش نیست. بلند شو، وایسا. من بهت یاد میدم که چجوری چیزایی رو که دوست داری به عمق زندگیت بدی، نه به ظاهرشون. ما حالا حالاها با هم کار داریم دختر جون. ببین، آخرین چیزی که امروز بهش احتیاج دارم اینه که تو یکی به من راه نیای. روشنش رو تو رو خدا. من یه عمر چنگیدم که یک قرون پول حروم وارد این بانک نشه. حالا به اجازه نمیدم بهم بگی اساس این بانک رو پول حروم میچرخه. بس مواظب حرف زدنت باش. پیاده شو با هم بریم آمو. چه با حافظه چه بی حافظه فرقی نمیکنه. مال و منال و خواجه بطاله بدبخت چپو کردی، ورداشتی فلنگ بسی. 30 سالم خودت گم و گور کردی. اینجا آخر خط سالار. ما حقمون نمیخوایم. ما؟ خیال کردی تنها؟ پشتم به کوه گرمه. حقمون از حلقومت میکشم بیرون. مدارکمون تکمیله. یا پولیه که گفتم میسرفی یا به خاک سیاه مینشونیمت. جلو دختر، زنت، کارمندات که فداییتن سکه یه پولت میکنیم. میگیم سالار بزرگ دزده. میندازیمش.
بندازیم به زندون. نمیذارم آب خوش از گلوی خودتو ناز دخترت پایین بره. من جاسمم، جاسم سربندی. نمیدونم از کدوم قبیله ای، مرام و مسلکت چیه، نمیدونم اصلا از چی داری حرف میزنی، نمیدونم چقدر از حرفات راست یا دروغ، اما اگه پاتو از گلیمت بیرون بذاری، اگه اتفاقی برای خانواده‌ام بیفته، من ولت نمی کنم. از حالا به بعد اگه سیل بیاد، اگه زلزله بیاد، اگه صاعقه بزن و خانواده‌ام آسیب ببینن، من تو رو مقصر میدونم. بس بهتره بری دعا کنی، حتی خارج از اراده تو هم اتفاقی برای خانواده‌ام نیفته. فکر معامله رو از کلت بیرون کن. حالا هم دیگه بهتره بری و از اینجا گورتو گم کنی. خودت خواستی، خودت خواستی پشیمون میشی، بد جوری هم پشیمون میشی. تو آخرین مأموریت منی. من خیلی های ناکار کردم، میدونم، خیلی های به خاک سیاه نشوندم، کارم بود، چاره‌ای نبود دیگه. دیگه حال و حوصله کار جدید نداشتم، حوصله زندون رفتن و ترسیدن و فرار کردن و دیگه پیر شدم. خودتو نبین که سر حالی اروپا، زندون آدم له میکنه. تا وقتی که دیدمه دوباره جوون شدم، برگشتم به 20 سالگیم. همون روزام ازت متنفر بودم، حالام تا خرخره نسبت بهت چی ندارم. ای آخری کار عمرمه، انتقامم ازت میگیرم سالار. هر چی میخواد بشه بشه. یه هفته بهت وقت میدم که با هم تماس بگیری، فکراتو بکن. اگه تماس گرفتی که هیچی، اگه نگرفتی او وقت سنگا یکی یکی میفتن. خوب چیدمشون. وقتی اولی بیفته بقیهشونه دیگه نمیتونی کنترل کنی. او وقتا بیای بفهمی چی به چیه زیر آوار موندی و خلاص.
را بیفت. حالا چی شد؟ ماستر کیسه کرد؟ حوصله‌تون رو ندارم، را بیفت. رئیس، چرا ما رو در جریان نمیذاری؟ ما دیگه مثل اعضای یه خانواده میمونیم. تا نزدم یکی از اعضای خانواده‌م ناقص نکردم، را بیفت. قربان، بدون اجازه شما هیچ کاری نمی کنم. هر کاری هم خواستم بکنم به شما زنگ می زنم. ولی قربان، من فکر می کنم شما دارین منو می فرستین پی نخود سیاه برای اینکه خودتون برید دنبال بخش پرهیجان ماجراها. مگه اینجا سینماست؟ ما هیچ مدرکی علیه سالار نداریم، باید فقط باش حرف بزنیم. تو هم اگه جاسم رو دیدی چشم ازش بر نذار. برو. با اجازتون قربان. چه بابا پچون خواه، چی کار داری میکنی؟ میخوای تو شهر تابلو میکنی ها؟ میخوای به کشتنمون بدی؟ دارن تعقیبمون میکنن. چی؟ یه بنز قدیمیه، الان یه گیرو بیاده رو دنبالمون میاد. خواستم مطمئن شم که شدم، فکر کنم رانندشم زنه، دست فرمونش خرابه. خراب پیش تو خیابون بغلیه، بعدا بهت میگم کجا بریم. بیداری؟ نمیخواد با مهربون باشی. نترس، خوبم. من دارم میرم بیرون، خواستم مطمئن بشم تا برگردم حواس نمی کنی بلا ملایی سر خودت بیاری. فرهاد برو، سر به سرم نذار. چشم، شبم بر نمی کرده. فقط وقتی اومدم قول بده قصه این راحل خانمو واسم تعریف کنی. دوست دارم بدونم این کی رو تو انقدر تأثیر گذاشته. بخواب. مامان دارم رانندگی میکنم، بگو. اون ماشین از مریضی بابات استارت نخورده، روشن شد؟ خیلی وقت هم نیست تو پارکینگ بوده، داره با هم راه میاد تفلی فعلا. حالا اینقدر با عجله کجا رفتی؟ مامان یه کاری دارم میکنم، قول بده عصبانی نشی، همه شهرم خبردار نکنی، باشه؟ دارم این مرده رو تعقیبش میکنم، جاسمو. چی کار میکنی؟ مامان فقط میخوام باش حرف بزنم، بگم چی از جون بابا میخواد. مامان برو بهت زنگ میزنم.
اوکی.